سلام برادرخوهای عزیز، امیدوار هستم با این گرما میتونین تمرکز داشته باشین. موضوع امروز کلامی هست که چند مدتی هست که در یا مدتی یا ماهایی هست که در فکر هستم و میتونم در دعا هستم. که سوال من اینه که مهمترین شخصی در زندگی تو کیست؟ مهمترین شخصی در زندگی تو کیست؟ نمیدونم در موردش فکر کردین. زمانی که میریم توی قلب خودمون نگاه میکنیم، میریم شاید مثلا زنت باشه، بچهت باشه و کسانی دیگه، یا اموال تو، پول تو، ثروت تو. و فکر میکنم خدا در این زمان آخری که ما زندگی میکنیم میخواد این سوال رو از تو بکنه. و یه چیزی هست که خودت باید وقت بذاری، خودت باید واقعا در موردش هم فکر کنی، دعا کنی، چون خیلی مهمه که زمانی که عیسی مسیح، یعنی خدا، با از ما سوالی میکنه، تجربه من اینه که سوالش یک بار نیست، بلکه یک بار صحبت میکنه، تو جواب میدی، بعد از این دوباره سوال میکنم اون سوال رو، دوباره جواب میدی، میگه که خودت تو گفتم دیگه، این مهمترین، یا هر سوالی هم هست. بعد از این میبینی که سومین بارم دوباره به تو میگه، مثل این که هی خداوند میخواد بگه، مثل این که هنوز با خودت هم آشنا نیستی، با قلب خودت آشنا نیستی، هنوز چیزایی میگی که تو ته قلبت نیست، یه چیزهایی هست که فقط من خدا هستم که از فکرهای تو، از قلب تو اطلاع دارم. چون چند مدت هم هست که ما در مورد روح القدس صحبت کردیم و شخص سوم تثلیث، نسرین خیلی حالی هفته گذشته صحبت کرده بود، برادرمون آرش هم که در مورد صحبت کرد چطور روح القدس آمده، یعنی روی مأموریت عیسی مسیح، بر مأموریت روح القدس اینه که ما رو تبدیل کنه به شباهت خدا. قبل از اینم من از صفت‌های روح القدس صحبت کردم. من فکر میکنم در یک زمانی هستیم که شاید خیلی چیزایی از روح القدس شنیدیم، فقط هدف خدا و هدف روح القدس اینه که بیشتر ما رو بشناسونه به خودش. در مزمور 73 امروز نمیدونم دقت کردین، امروز هم سرودهایی که ما خوندیم بیشتر سرودهایی هست که میخوام با خدا راه برم و هیچ کسی جز از تو ندارم، و همینطور این تمام کارهایی که عیسی مسیح انجام داده که میگه که کسی ندارم، تو هستی که عیسی، تو عالی هستی، تو بهترین هستی، تو عظیمترین هستی. یا که فوکوسمون واقعا به عیسی مسیح باشه و همینطور هم به روح القدس باشه. در مزمور 73 اینجا از آیه 23 تا 25 رو میخونم و اینجا میگه که ولی من دایم با تو هستم، تو دست راست من رو تأیید کردی، موافق رأی خود من رو هدایت خواهی نمود و بعد از این من رو به جلال خواهی رسانید. نویسنده این مزامیر که صحبت میکنه مثل این که خودش با خدا راه میره، با خدا ملاقاتهای صمیمی داره و میگه که رأی خودت، راز خودت برای من نشون میدی و من رو هدایت میکنی، آخر ما رو به جلال خواهی رسوند. بعد از این میگه که کیست برای من در آسمون و غیر از تو هیچ چیزی در زمین نمیخواهم. کیست برای من در آسمون و غیر از تو هیچ چیزی را در زمین نمیخواهم. در مزمور 16 نوشته تو خداوند من هستی، نیکویی من نیست غیر از تو، جز تو مرا چیزی نیکو نیست. یعنی یک کسی هست که واقعا متوجه شده چیزی که بر در این دنیا احتیاج داره خداست. این در
عهد عتیق بود که در موردش صحبت شده که چون اون موقع عنوان خدا عنوان یهوه او رو میشناختن. تو هستی که منو هدایت میکنی، تو هستی که منو روز به روز راهنمایی میکنی. جز از تو، تو در آسمون هستی، جز در این دنیا هیچ چیزی نیست که غیر قابل مقایسه تو باشه. تو تنها چیزی هستی که من نیاز دارم در این دنیا. معمولا ما این چیزها رو حرف میزنیم، صحبت میکنیم، ما میگیم که ای خدا همه چیز من تو هستی. فقط چقدر واقعا ما باور میکنی به این، به این کلام، به این قلب، قلبمون که از صدایمون که از قلبمون بیرون بیاد یه چیزی دیگه هست. من همین که در مورد در این قسمت هایی که من فکر میکردم در مورد راه رفتم با خدا و چیزی در این دنیا ندارم غیر از تو، خدا هدایت کرد به پیدایش باب 5 آیه 24 در مورد در زندگی خنوخ. باب 5 آیه 24 نسل هفتم بود بعد از آدم و حوا، و اینجا میگه که خنوخ با خدا راه میرفت و دیگر یافت نشد زیرا خدا او را برگرفت. خنوخ هفتمین نسل بود بعد از آدم و حوا و خنوخ با خدا راه می رفت و خدا او را برداشت. همینطوره به فکرم افتاد هفتمین نسل، هفت که ما می دونیم که عدد مقدسی، یعنی در هفتمین روز بود که خداوند همه چی رو تکمیل کرد. هفت نشانه پادشاهی خداست و اینطوری مثل اینکه خدا میخواد مثل یک نبوتی هست، کلام نبوتی هست، یعنی نشانه‌ای هست که اینجا خنوخ رو که ورداشت، این نشانه روبوده شدنه، خدا او رو ورداشت. مثل اینکه در یک زمانی ما زندگی میکنیم، زمانی که واقعا یاد گرفته باشیم با خدا راه رفتن، با روح القدس راه رفتن و آشنا شدن با شخص سوم تثلیث روح القدس، هدایت شدن به وسیله روح القدس، همینجور که در رومیان باب 8 اونجا صحبت میکنه که اونهایی که روح ایشان رو هدایت میکنه اونها هست، اونها پسران خدا هستن. یعنی پسران خدا یعنی افرادی هستن که به بلوغ روحانی رسیدن، ایستادن، شخصیت مسیح در ایشان رشد کرده و روح رو میشنون، روح القدس رو میشنون، روح القدس ایشان رو هدایت میکنه، خودشان هم کلن زیر تسلط روح القدس هستن و همینطور هم روح القدس ایشان رو هدایت میکنه هر جایی که خودش میخواد. روح خداست که ملکوته و پادشاهی خدا رو در این دنیا انجام میده و روح القدس هم هست که شروع میکنه قلبها رو لمس کردن و هدایت کردن طبق نقشه های خدا در این زمان آخر. بدون روح القدس ما هیچ کاری هستیم عزیزان در این دنیا. توی مخصوصا در این زمان قرنطینه که ما هستیم که دنیا هیچ کنترلی در این دنیا نداره و همینطور هم کلیسا هم مثل اینکه کنترلش رو از دست داده، همه چی به هم ریخته و اینجاست که تنها کسی که باقی میمونه که تو به او بچسبی روح خداست، روح القدسه. من باور میکنم که در این زمان که الان ما زندگی میکنیم خیلی هستن که از ایماندارا سست میشن، سرد میشن و حتی هم از خدا جدا میشن. از خدا جدا شدن منظور من حتی هم برای لغزش میخورن و توی دنیا قرار میگیرن، چون یک زمانی هست که خدا شروع میکنه به جدا کردن یا چی؟ غربال کردن، یعنی بیشتر خدا سلام مثل وارد میشه
به وسیله روح القدسش مثل یه شمشیر جدا میکنه اونایی که واقعا دنبال خدا هستن، انگیزهشون درسته، دنبال عیسی مسیح هستن، زندگیشون برای خداست، در سمت او، سمت روح القدس کشیده میشن. کسانی که قلبشون درست نیست و همینطور هم میلنگن روی دوتا پاها، بعد از یه مدت سرد میشن. کلام خدا اینجا میگه که در زمان آخر خیلی قلبها چی میشن؟ محبت سرد میشه، قلبها سرد میشن. این در مورد دنیا صحبت میکنه، در مورد کلیسا صحبت میکنه. به اینجاست که خدا کار روح القدس الان در این زمان هست که واقعا ما رو تشویق کنه، بگه که ببین مهمترین شخص کیه در زندگی تو، کیست میتونه تو رو امنیت ببخشه، کیست که در این زمان آخر میتونه تو رو هدایت کنه. این دنیا و این خبرهایی که در این دنیا هستن، این از روز به روز همه چی عوض میشه. اصلا همینطور هم کلیسا هم همینطور میتونم بگم توی چیز افتادن، توی چی میگن اون زکاحت، یعنی ناامنی افتادن، نمیدونن چه کاری کنن، جمع بشیم جمع نمیشیم، کی میتونیم جمع بشیم، و همه چی به هم خورده. تنها کسی که باقی مونده عزیزان روح القدسه. و تو این چند مدت، مخصوصا توی چند هفته یا ماه هست، فقط صدای من اینه که روح القدس، هیچ چیزی ندارم جز از تو، به هیچ کسی نمیتونم اعتماد کنم، نزدیکترین شخصی هم میتونم، اگر میتونم به نسرین اطمینان کنم، خودش هم انسانه، خودش هم نمیدونه، و منم برای خود نسرینم یه جای امنی نیستم که بتونم هدایت کنم. تنها کسی که قادره، تنها کسی که واقعا میتونه سوالهای ما رو جواب بده، تنها کسی که میتونه به ما قدرت بده، که تنها کسی که میتونه ما رو صبر با صبر نگه داره، تنها کسی که میتونه حتی در این ناهماهنگی که وجود داره، حتی توی کلیسا واقعا اعتماد به من ببخشه که بتونم بایستم، تنها روح القدسه. من میتونم واقعا با تمام دل بتونم بگم که واقعا هرچقدر نسرین و خانه و خانواده شخصی خودم و همینطورم کلیسا رو دوست دارم، واقعا تنها کسی که میتونم اعتماد کنم و بچسبم روح القدسه. تنها او میتونه منو تشویق کنه، تنها او میتونه منو تسلی بده. معمولا ما در عهد عتیق هم که در مورد خدا صحبت میکردن، ما میدونیم که الان عیسی مسیح آمد و عیسی مسیح هم همینطور که هفته های گذشته هم صحبت کردیم، گفته ای که من شما رو یتیم نمیذارم، من پیش شما دوباره خواهم آمد و روح راستی رو برای شما میفرستم که جهان نمیتواند او رو بپذیرد، زیرا او رو نمیشناسن و می نمیبینن، اما شما میشناسین، اما شما او رو میشناسید، چرا که نزد شما مسکن میگزیند. یعنی میاد اینجا با ما زندگی میکنه، با ما راه میره، با ما هدایت میکنه. این در مورد شخص سوم تثلیث تو عهد عتیق فقط در مورد خدا صحبت میکردن. تفاوت، همون دیروز بود که همینطور دعا میکردم و دیدم که تو عهد عتیق، اگه متوجه شده باشین، تو عتیق فقط در مورد یهوه صحبت میکنه، در مورد الهیم صحبت میکنه، در مورد خدا صحبت میکنه، خدای قدوس صحبت میکنه. هیچ جایی اینطوری ننوشته شده روح القدس. و تفاوت این خدا و روح القدس چیه؟ منظور این است که دوتا چیزهای مختلف هستن. در عهد عتیق روح خدا می آمد، لمس می کرد، هدایت می کرد، قدرت می داد، از یک مرد مثل جیدیون یک قهرمانی می ساخت، همینطورم شمشون و و و. فقط اینجا می بینیم که در عهد جدید، که زمانی که روح خدا آمد، یعنی خدا میگه که زمانی که روح القدس آید قدرت خواهید گرفت، روح قدوس که در عهد جدید اشاره میشه، بیشتر به قدوسیتش، به شخصش، شخصیتش تکیه میکنه. زمانی که من میگم که روح القدس، این خدای قدوس، یعنی روح
قدوس و قدوس، قدوسیت یک شخصیت داره، یک ماهیت داره. آمین. میتونم با اون رابطه برقرار کنم. قدوس یعنی یک کسی که پاکی مطلق، بی عیب، همه چیز کامل و مخصوصا همه جا حاضر. بعضی وقت ما دعا میکنیم ای خدا بیا، یا روح، ای روح خدا. چیزی همه چی درسته، فقط زمانی که در مورد روح القدس صحبت میکنم، من شخصا واقعا احساس میکنم اون روبروی من ایستاده، پاکی مطلق، اونجا نه ایستاده که به من اینطوری بگه که چی میخوای از من، بلکه اینجا ایستاده میگه که من آمدم تو رو به اون هدف برسونم، من آمدم در این زمانا تو رو تسلی بدم، من اینجا آمدم تو رو تعلیم بدم. احتیاج به تعلیم داری؟ احتیاج به مکاشفه داری؟ احتیاج داری بدون آینده زندگی تو چیه؟ پیش کی میری؟ ما دوست داریم آینده رو ببینیم، نه، ما دوست داریم ببینیم که بعد از یک سال، دو سال، سه سال، پنج سال خدا چه کارایی کرده. پیش کی میری؟ جادوگر؟ یا این روزنامه های چه میگن؟ فالبینی؟ روح قدوس، روح خداست، روح القدس که ما رو، آینده ما رو میتونه نشون بده، روح القدس که میتونه نشون بده که به چه خواندگی، به چه جایگاهی خدا تو رو انتخاب کرده، کجا خواهی بود. روح القدس که مخصوصا در این زمانایی که ما زندگی میکنیم و هیچ خبری یا هیچ چیزی در ما نیست، در این دنیا نیست که بتونم اونجا بچسبم، میتونه منو یه مشورت، میتونم با او مشورت کنم، او راهنمای منه، تسلی دهنده منه. اگر معجزه میخوای پیش کی میری؟ معمولا ما میگیم عیسی مسیح، فقط روح خداست که اینجا معجزه رو انجام میده، روح خداست که شفا رو میده. این مرد که چیز سربازی بود یا سرهنگی بود که آمد پیش عیسی مسیح، گفته که غلام من مریض، بیا پیش و بیا و شفا بده، یا نه، فقط اول اینطوری گفته، گفته غلام مریضه و عیسی مسیح گفته باشه من میخوام بیام، میگفته نه احتیاج نیست بیایی، یه کلامی از تو کافی، غلام من شفا خواهد گرفت. الان تقریبا نمیدونم 30 کیلومتر چیز بود، فاصله بود، چطور این مرد شفا گرفت؟ چطور الان افراد اینجا در این دنیایی که هستن شفا به دست میارن؟ کار روح القدسه. اگه تو احتیاج به شفا داری، احتیاج به معجزه داری، پیش کی میری؟ شبان برای تو هیچ کاری نمیتونه انجام بده. حتی هم زمانی که میای اینجا پیش ما خادمین هستیم و شما برای شما دعا میکنیم، فلق روح خداست که شما رو تسلی میده و بهترین، زیباترین تسلی دهنده و روانکاو روح القدسه. از این روح القدس همه چیز ماست. من هیچ چیزی احتیاج ندارم جز از روح القدس. بدون اون من میمیرم، تقریبا مثل نفس من شده. او بیاد مثل که من میمیرم دیگه، هیچ چیزی، یعنی همه چی تقریبا که ما، همه چی فانی است. برادرمون سرودی نوشته، هایک، همه چیز فانی است. و اینجاست که خدا میخواد هدایت کنه. زمانی که در اشعیا نبی باب 11 میخونیم، میبینی که در مورد عیسی مسیح صحبت میکنه و میگه که الان چه رویی خواهد آمد روی عیسی مسیح؟ میگه روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت، یعنی روح حکمت و روح فهم، روح مشورت، روح قوت، روح معرفت و ترس خداوند. این روح در مورد روح القدس صحبت میکنه. میدونستین؟ همون روح القدسی که در عیسی مسیح است، عزیزان، در ماست. و نه فقط در ماست، بلکه با ماست. اگه احتیاج به حکمت داری، پیش کی میری؟ روح القدس که به تو حکمت میبخشه. روح القدس که در زندگی
شخصی ما در هر جایی که ما هستیم، الان مدرسه هستیم، سر کار هستیم، هر جایی که ما هستیم میتونیم مشورت کنیم، میتونیم صحبت کنیم، میتونه هدایت کنه. روح القدس در این قسمت قرار گرفتم، احتیاج به کمک تو دارم، تو چی میگی؟ و با این آگاهی که او هست و میخواد الان کمکت کنه، منظوری نیست که فقط برای کارهای روحانی، در زندگی روزمره ما دوست داره دخالت کنه، دوست داره تو با او بتونی با او مشورت کنی. روح حکمت، روح فهم، اوست که چشمای ما رو باز میکنه، اوست که کلام خدا برای ما مکاشفه میکنه. بعضی وقت هست که ما، تو حتما تجربه رو کردی، رفتی و شروع کردی به دعا کردن، یهو خداوند یک مکاشفه به تو بخشیده. این روح خداست که برای تو باز میکنه. خیلی از این کارهایی که در آن در کلیسا که موعظه هایی که میشه و تعلیم هایی میده و همینطور هم برنامه هایی میگذاریم، این روح خداست که هدایت میکنه کلیسا و همینطور هم شخص تک تک ما که اینجا هستیم. ویزیون هایی که ما احتیاج داریم کار روح القدس، و مخصوصا که عیسی مسیح خودش هم در مورد قوت صحبت کرد، گفته که زمانی که اینجا بایستیم روح القدس خواهد آمد و اونجا قدرت خواهیم گرفت. اینو به اندازه کافی ما شنیدیم. فقط متاسفانه من فکر میکنم متاسفانه اونقدر تکیه ما روی قدرت روح القدس کردیم که شخصیتش رو از دست دادیم، که خدا نه فقط قدرت بلکه در همه قسمت‌های زندگیمون میخواد ما رو به یه جایی ببره، فقط و فقط آخر به یه نتیجه برسی که همه چیزی داشته باشی در این دنیا، روح القدس رو نداشته باشی، واقعا مثل این که همه چی رو از دست دادی، هیچ چیزی نداری، خالی خالی هستی. یه تجربه است که ما باید داشته باشیم. الان این صحبت‌هایی که میکنم شاید با عقلتون بفهمین، فقط زمانی که در سلولای شما قرار گرفته، مثل یک شوشی هست که در شما قرار گرفته، که اینو نداشته باشین واقعا میتونم بگم میمیریم. این تجربه رو خودش قسمتی بود که داوود داشت زمانی که گناه کرده بود و خودش هم از گناه خودش هم آگاهی نداشت، و روح خدا بود که آمد پیش نبی و نبی هم رفت پیش داوود، و اونجا مزمور 51 آیه 11 تا 15 اونجا میگه ای خدا دل طاهر در من بیافرین و روحی استوار در باطن تازه بساز، مرا از حضور خود مینداز، مرا از حضور خود مینداز و روح قدوس خود را از من مگیر. روح قدوس خودت رو از من نگیر خدا، بیا خود. میدونم، اعتراف میکنم که این گناه کردم. میتونست خیلی خیلی لونور من توبه میکنم، بازگشت میکنم. میگه که نه فقط اینو میگه، بلکه میگه که قلب دل طاهر الان در من بیافرین و من رو از زور خود دور یا مینداز و روح قدوس خود را از من مگیر، اگر نه میمیرم. بعد از این میگه شادی نجات خود را به من بازده، که به وسیله حضور خداست، به وسیله روح خداست، و به روی راغب حمایتم فرما. آنگاه راه های تو رو به خطاکاران تعلیم خواهم داد و گناهکاران را به سوی تو بازگشت خواهند نمود. و این چیزی بود که داوود، که مردی بود که مقابل قلب خدا بود، زمانی که این گناه رو کرده، الان نمیدونم چقدر، زمانی که ما حتی توبه میکنیم، بازگشت میکنیم، فقط ما میایم میگیم خداوند من رو ببخش، گناه کردم. فقط اینجا میبینیم که چه دلی داشتی داوود، که میگه که اول دل طاهر در من بیافرین و همینطور روح خودت رو از من مگیر.
چون هر گناهی که ما انجام میدیم مثل اینکه یه توهینی هست که به روح القدس انجام میدیم. روح القدس اونقدر مهمه عزیزان. این تعلیم رو که میدم یا این موعظه رو میکنم فقط و فقط تشویق کنم شما رو. تشویق کنم یا در قلبتون یک حداقل یه چیزی روشن بشه که واقعا بدونی یه چیزی خیلی مهمتری بهتری وجود داره از اینکه تو دنبالش هستی. یه چیز رو روشن کنم یعنی روح خدا روشن کنه، چون زبان من و زبان ما هیچ موقع نمیتونه کاری انجام بده که روح القدس انجام میده. تنها کاری هست که روح خدا صحبت میکنه و مطمئن هستم چون الان چند روز فقط هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم، فقط همینطور با نسرین فقط در حال دعا بودیم، دعا بودیم تا امروز صبح. من روز هیچ چیزی هم آماده نکرده بودم، گفتم چی بگم خداوند، چطور میتونم تو رو معرفی کنم که همه واقعا یک اشتیاقی در قلبشون پیدا کنه که هر چیزی که منو وابسته کرده بگذارم و روح القدس رو بگیرم. این یک کاری است که روح القدس انجام باید بده. من فقط میتونم بگم که هر روزی که میگم که روح القدس بدون تو هیچیم، نه خدمت من، نه شبانی من، نه هر چیزی که بگذارین غیر قابل مقایسه است به اون روح القدسی که میتونه منو هدایت کنه. اونقدر روح خدا، روح القدس میتونم بگم، اونقدر روح القدس مهمه که عیسی مسیح حتی میگه که اگر انسان به من بی‌حرمتی کنه، کفر علیه پسر خدا و به دیگران بده، بخشیده میشه. هر کفری که به روح القدس گفته بشه در این زمان و در زمان آینده بخشیده نخواهد شد. پس چقدر مهم باید روح القدس باشه. تو میتونی به عیسی مسیح فحش بدی، میتونی جریمه میشی و توبه میکنی، بازگشت، خدا گناه تو رو میبخشه. گوش میکنین، توهینی یا کفری به روح القدس در این زمان و در زمان آینده بخشیده نمیشه. پس چه روحی باید این باشه که عیسی مسیح اینو صحبت میکنه؟ شروع میکنم به لرزیدن، میگن که روح القدس تو کی هستی که حتی بخششی هم وجود نداره؟ چقدر باید به تو به احترام بذارم؟ چقدر واقعا تو رو باید جستجو کنم؟ چقدر تو باید مهم باشی؟ من مطمئن هستم اگه امروز همینطور وقتش رو بذاریم برای دعا کردن و طلبیدن، شاید هم افرادی اینجا هستن که میگن که روح القدس با من صحبت نمی کنه. نمیدونم هستن اینجا؟ من احساس میکنم خداوند با من صحبت نمی کنه. عزیزان، زمانی که عیسی مسیح میگه که او خواهد آمد و شما رو هدایت خواهد کرد، چیزایی که به شما تعلیم داده به شما منتقل خواهد کرد. چطور؟ خدا صحبت میکنه، روح القدس صحبت میکنه، آینده رو به شما خواهد گفت، شما رو تسلی خواهد داد. پس روح القدس در حال صحبت کردنه. امکانی هست که تو نشنوی چون اول باور نمی کنی. امکانی هست که نشنوی چون با او زندگی نمی کنی. و
فقط میاری پیش او، فقط میخوای بگی که خداوند الان من اینجا آمدم به من صحبت کن. و اینطوری هم نیست، اتومات هم نیست که بیا اینجا یه پول بندازی الان باید صحبت کنه. احتیاج هست که زندگی صمیمانه با او داشته باشی. تو باید تشخیص بدی صدای او را. من در حال یاد گرفتن هستم تشخیص بدم کی بود روح القدس صحبت کرد، چطور خدا روح القدس صحبت میکنه. و به سومین قسمت، اگر روح القدس که میدونه و میبینه که تو اصلا روح اطاعت رو نداری، با تو صحبت نخواهد کرد. چون میگه اگر چه فایده داره با تو صحبت کنم، تو میایی و حرف میزنی، خداوند به من بگو میگه که من به تو بگم که اطاعت نمیکنی و اصلا صحبت نمیکنم با تو. من فکر میکنم ما هم اینطوری هستیم الان، نسین یا هر کسی میتونه باشه، مثلا نگاه میکنم یک کسی هست که کله شق دنبال زندگی خودشه، دیگه مشورت نمیکنم، صحبت نمیکنم با او، چون میدونم که هر چیزی هم بهش بگم اطاعت رو نخواهد کرد. روح خدا دنبال قلب هایی هستن که اول با او زندگی میکنن و همینطورم مشورت میکنن، یواش یواش یاد میگیرن صدای او رو شنیدن و همینطورم حاضرم از این اطاعت بکنی. افرادی تو کلیسامون هستن، شاگردایی که من دارم، من میدونم که ایشون زنگ بزنم صحبت بکنم بلافاصله آمین میگن و میدونم روی ایشان میتونم حساب کنم. افرادی هم هستن که نمیتونم حساب کنم. پس با کی مشورت میکنم؟ کی رو صدا میکنم؟ کی رو زنگ میزنم؟ به افرادی که گوش میکنن. نه؟ فکر میکنم خودتونم اینطوری هم هستین. افرادی هستن که بس میکنن، نمیدونم بهانه هایی میخوان بیارن، یک بار دو بار سه بار، بعد از این میگم که باشه اوکی، دوستشون دارم، فقط دیگه هیچ کار از ایشان نمیگیرم، یعنی نمیتونم هدایت کنم. و همینطورم روح خداست، روح القدس دنبال قلب هایی هستن که واقعا حاضر هستن که بگن که لبیک خداوند، من اینجا هستم، نه برای خودم بلکه برای کارهای تو. همزمان روح خداست که تو رو در همه راه ها هدایت خواهد کرد و کمک خواهد کرد. بهترین منشی میگن نه؟ بهترین منشی روح القدسه. بهترین، چون خدای دانای مطلقه و در همه چه حاضرم هست و همه از همه چیزم آگاه هم هست. دوباره برمیگردم آخر به اون سوال اول که گفتم، مهمترین شخص در زندگی تو کیست؟ به چه کسی میتونی در این دنیا کاملا اعتماد کنی و تکیه کنی؟ به چه کسی میتونی در این دنیا کاملا اعتماد کنی و تکیه کنی؟ چه کسی روز و شب برای تو در دسترس است؟ نیمه شب که با کابوس بیدار میشی، روح القدسه که کنار توست. همون نام عیسی مسیح رو میاری اینجا، آرامش میاد. کیست که یا چه کسی است که تو رو از جلال تا به جلال متبدل میکند، روز به روز تو رو تقدیس میکنه، روز به روز شبیه خدا میکنه، همون موعظه‌ای که برادرمون آرش کرد. الان از این چیزهایی که نگاه میکنین آخر هیچ شخصی نمیمونه. من برای نسلین هیچ موقع این چیز رو نخواهم، در من نیست، نصیب برای من نیست. هر چقدر هم دیگه رو دوست داریم، این تنها این چیزی که اینجا نوشته شده، چون اگه بگم که زندگی من نسرینه، نسرین بمیره و من چی هستم، کجا هستم، یا زندگی من خدمت باشه، یا زندگی من بچه ماچه. معمولا ما بیشترین، مثلا ما ارمنی ها میگیم که زندگی من بچه های من است. نه، اگه این یه پس بت پرستی میکنی، بچه های تو هیچ موقع نمیتونن زندگی تو باشن. یک
امانتی است که خداوند به تو داده که هدایت کنی یک روز وارد ملکوت خدا بشن. مال تو نیست، مال خداست. فقط اینجاست که عزیزان احساس میکنم خدا میخواد این سوال هایی که الان کردم شروع کنی به فکر کردن. کسانی هم که الان پشت تلویزیون هم هستن، اگه وقت بذارین کنار بکشین شروع بکنین دعا کردن، نه برای 5 دقیقه 10 دقیقه. اگه واقعا خدا امروز با قلب تو صحبت کرده، وقت بذارین جستجو کنین و ببینین که مهمترین شخص در زندگی تو کیست و اینا رو بنویسین. و بعد از این برین که اگه این اتفاقاتی که در این دنیا میافته، حالا میبینین که ویروس کرونا که آمده، آیا میتونه پدرت، مادرت، زنت، همسایت یا بهترین دوست تو میتونه تو رو محافظت کنه؟ نه، این ویروس خواهد آمد. میری توی چیز، توی آینکاف سنتروم، اونجا دیگه میتونی بگیری. و اینجاست که زمانی که به یه نتیجه رسیدی، اون موقع میتونی فقط بگی که روح القدس کمکم کن، من متوجه شدم چیزی که من احتیاج دارم تو هستی، منو هدایت کن. همینطور آخرین آیه که اولین آیه که خوندم الان میگم، ولی من دایم با تو هستم، تو دست راست مرو تأیید کردی، موافق رأی خود مرا هدایت خواهی نمود و بعد از این مرا به جلال خواهی رسانید. کیست برای من در آسمان و غیر از تو هیچ چیز را در زمین نمیخواهم. تو خداوند من هستی، نیکویی من نیست غیر از تو، جز تو مرا چیزی نیکو نیست. با هم دعا کنیم عزیزان. و بعد از اینم یه دونه دو تا سرودهایی با هم خواهیم خوند. شاید الان این سوال رو از خودتون بکنین که مهمترین شخص یا چیزی که در دنیا وجود داره برای در زندگی تو چیست؟ یه لحظه همینطور در حضور خدا